نهم ربیع الاول با پایان یافتن ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام روز آغاز شادی و سرور شیعیان است. در فضیلت این روز روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده. همچنین برخی از علمای شیعه در این رابطه مطالبی گفتند. اعمالی در فضیلت این روز بزرگ که فرحت الزهرا و غدیر ثانی نام نهاده شده نیز توصیه شده است. با هم گزارش حیدر مجید را ببینیم. آغاز ایام شادی و سرور شیعیان در سراسر جهان با فرارسیدن روز فرحت الزهرا. با فرارسیدن نهم ربیع الاول، سال روز هلاکت بزرگ دشمن اهل بیت علیهم السلام، شادی و سرور شیعیان در سراسر جهان آغاز می شود. به همین مناسبت، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر جهان با برگزاری مراسم فرحت الزهرا به جشن و سرور و شادی می پردازند. محبان اهل بیت علیهم السلام پس از دو ماه عزاداری بر حضرت سید الشهدا علیه السلام رخت شادی بر تن می کنند و به شادی حضرت زهرا سلام الله علیها شادمان هستند. نهم ربیع الاول دومین عید بزرگ شیعیان است و از آن به غدیر ثانی نیز تعبیر شده است. در مفاتیح الجنان از این روز به عید البقر یعنی شکافتن یاد شده، چون روز فرحت الزهرا و اجابت نفرین صدیقه طاهره سلام الله علیها می باشد. روز غدیر ثانی در کنار روز غدیر اول دو برهه زمانی مهم برای اظهار تبرا و تولا به شمار می روند و از این رو علما و متشرعین در طول تاریخ بر بزرگداشت این ایام تأکید داشته و دارند. سید ابن طاووس در کتاب زوائد الفوائد از احمد ابن اسحاق قومی نقل کرده که او نیز از امام حسن عسکری علیه السلام چنین روایت نموده که از آن امام بزرگوار پرسیدم: آیا از برای اهل بیت در این روز فرحی تازه روی داده است؟ حضرت فرمودند: کدام روز حرمتش نزد اهل بیت عظیم تر است از امروز که روز نهم ربیع الاول است؟ مطابق این روایت، امام حسن عسکری همچنین در ادامه فرمودند: این روز را بر همه شیعیان عید قرار دادم. هر که این روز را عید بگیرد، گناهان او آمرزیده و اعمال وی مورد قبول واقع شده و ثواب هر آنچه را که اطراف عرش احاطه کرده برای او پذیرفته و شفاعت او نزد ما تضمین شده است. همچنین در کتاب زاد المعاد علامه مجلسی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز روایت شده که فرمودند: به خدا سوگند که این روز همان روزی است که حق تعالی در آن دیده آل رسول را روشن گردانید و من برای این روز 72 نام می دانم. در ادامه این روایت، امیرالمؤمنین 72 نام برای این روز ذکر فرمودند که روز غدیر دوم، روز تخفیف گناهان شیعیان، روز مستجاب شدن دعاها، روز ظهور قدرت خدا، روز فرح و شادی شیعیان، روز یاری مظلومان، روز زیارت و دوستی با مؤمنان، روز عبادت و روز انقیاد رهبری پیشوایان دین از جمله اسامی هستند که آن حضرت بر این روز نام نهادند. شیخ عباس قمی در کتاب وقایع الایام صفحه 315 در رابطه با این روز می نویسد: روز نهم ربیع الاول روزی عظیم الشأن و روز سرور شیعه و عید بزرگ آنهاست. حضرت رسول این روز را عید قرار داده و امر کرده که مردم نیز آن روز را عید قرار دهند. هر که در این روز چیزی انفاق کند، گناهانش آمرزیده است. مستحب است در این روز اطعام برادران مؤمن و خوشنود کردن آنها و توسعه دادن در نفقه و پوشیدن جامعه نو و شکر و عبادت خدا، و این روز برطرف شدن غم هاست. صاحب جواهر الکلام در جلد پنجم این کتاب صفحه 43 می نویسد: به تحقیق به روایت مفصلی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فضل و برکت این روز و اینکه روز شادی و سرور برای ایشان می باشد برخورد کردم که ذهن انسان در فهم آن محیر و سرگردان می شود. مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز در رابطه با روز نهم ربیع الاول فرمودند: ایام عزای اهل بیت علیهم السلام تا هشتم ربیع الاول سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ادامه می‌یابد. ما هم به دستور العملی که عمه معصومین علیهم السلام به دست ما دادند که ویفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، همه این موسم عزا را عزاداری می‌کنیم و در نهم ربیع الاول که به فرموده حضرات معصومین علیهم السلام عید است
ما نیز در آن روز عید می‌گیریم و در شادی آنان شادی می‌کنیم. اطعام مؤمنان، ابراز شادمانی و خوشنود نمودن دیگران، توسعه در نفقه، پوشیدن جامه‌های نو و شکر و عبادت خدای متعال از جمله اعمال مستحب در روز نهم ربیع الاول است.